وزیر خارجه امریکا درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین برای احیای برجام گفته که هنوز برخی اختلافات اساسی باقی مونده. میخواستم بپرسم که این اختلافات چی هست و در چه صورتی اینا رفع میشه؟ ضمن اینکه تاکنون چه تصمیمی درباره توقف یا تمدید توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته شده و این مسئله چه تأثیری بر مذاکرات وین قرار داشته؟ در ارتباط با مذاکرات وین، خب اون چیزی که مونده که خب مهمم هستش، یکی در رابطه با تضمینه که ما یک تضمینی میخوایم برای این که در آمریکا اگر که این دوره تموم شد یا دولت دیگه اومد، دوباره ما اون هزینه‌ای که برای دولت آقای ترامپ پرداخت کردیم این اتفاق دوباره نیفته. خب ما یه تضمینی میخواییم برای این کار. روی این از روز اول مذاکرات ما تأکید داشتیم، امروز هم تأکید داریم. حالا از نظر ما این حق ما هستش. حالا این که آقای وزیر خارجه آمریکا گفتن که این یک اختلاف اساسی هستش، خب چون که اونها نمیخوام به این خواسته ما عمل بکنن، میگن اساسیه، ولی از نظر ما فکر میکنیم که این حقی هستش که ما باید یک اطمینانی کسب بکنیم. ما که نمیتونیم که یک معاهده ای رو عضوش باشیم و هر لحظه احساس بکنیم که یک اتفاقی میفته. اینا یکی در این موضوع هستش. یکی راجع به بحث راستی آزمایی هستش. خب بحث راستی آزمایی هم بحث مهمی هست که ما میخواییم که مطمئن بشیم که اگر که ما به تعهداتمون عمل میکنیم، طرف مقابلم به تعهدات خودش عمل میکنه. ضمن این که با توجه به این که آمریکا برجام رو ترک کرده و از برجام خارج شده، اول باید که اونها به تعهدات خودشون عمل بکنن و بعد با راستی آزمایی میکنیم، ما هم به تعهدات خودمون عمل میکنیم. به نظر من هر دوی این موارد مواردی هستش که بالاخره جزء حقوق ما هست، باید مطمئن بشیم. بی خود اینها میگن که اینها یک اشکالات اساسی. از نظر ما هیچ اشکال اساسی نیستش،